یک تیم حقیقت یاب گفت که سازمان توسعه دهلی به همراه تعداد زیادی از نیروهای پلیس حدود 25 منزل مسکونی را بدون اطلاع قبلی در منطقه خاک ریوالا ساتبری در جنوب غربی دهلی، منطقه عمدتا مسلمان نشین، تخریب کردند. این اتفاق زمانی رخ داد که مسلمانان برای اقامه نماز به مساجد رفته بودند. هنگام تخریب این خانه ها، زنان موجود در محل هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه، کتاب‌هایی با قدمت بیش از صدها سال و حتی کتاب‌هایی متعلق به قرن هفتم هجری در معرض دید عموم قرار گرفت. در بین این کتاب‌ها، دست‌نوشته‌هایی از قرآن کریم به چشم می‌خورد که در بین قرن‌های 15 تا 16 میلادی نوشته شدند. در این نمایشگاه همچنین دست‌نوشته‌هایی راجع به شجرنامه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به نمایش گذاشته شده است. انجمن فرهنگی بانوان المودت و الازدهار از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و دینی خود کتابی تحت عنوان الفنارات منتشر کرد. این کتاب توسط خانم الهلالی عضو این انجمن به رشته تحریر در آمده که شامل 14 مقاله در موضوعات مختلف است که از رهنمودها و آرا و افکار بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام از الله برگرفته شده است. در این کتاب به مسائل مختلف انسان و جامعه به ویژه مسائل مربوط به زنان، کودکان و جوانان پرداخته شده و ما تمرکز بر مسائل این گروه ها سعی دارد راه حل هایی برای رفع آن ارائه دهد. مرکز توسعه و مطالعات راهبردی الفرات از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کربلا سمینار ماهانیانه خود را تحت عنوان بحران سیاسی در عراق و پیامدهای آن بر صحنه اقتصادی برگزار کرد. این نشست در سالن نشست‌های هفتگی مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نبع و با حضور جمعی از کارشناسان برگزار شد. کارشناسان حاضر از جمله حجت الاسلام و المسلمین شیخ مرتضی معاش، مدیر مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نبع، در این نشست مطالبی را بیان کردند.